واضح است که برجوازی ضد انقلابی و جریانها و افرادی که میخواهند جنایتها و تبهکاریهای های آخوندهای حاکم را دست و سرمایه کسب و کار سیاسی خود بکنند به این صفصت متوسل می شوند که چون خودتان هم می گویید که شیخ به مراتب بدتر از شاه است پس همه آن مخالفتها و مبارزه ها و مجاهدت ها در زمان شاه بیهوده بوده برای تختعه انقلابیون برای زبان درازی علیه آنها برای طلبکاری و برای توجیه جنایت های دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی برای تخفیف مصدق و فاطمی و حنیف نژاد و مسعود احمد زاده و جزنی البته سفسته خوبی است. هیزمیار معرکه هم ارتجاع آخوندی و جنایتها و چپاولها و وطن فروشی بی حد و حسر آن است. چرا میگوییم سفسطه هست؟ است؟ برای اینکه اصلا کاری به کار روند تکامل اجتماعی ندارد. برای اینکه مهیبترین ترین نیروی ارتجایی سر براورده از اعماق قرون و تاریخ ایران را نادیده میگیرد و تعیین تکلیف نمی کند که با همین نیرو که همدست و هم کاسه خودش بوده چه باید کرد انگار نه انگار که در کودتا علیه مصدق شاه و شیخ و استعمار در کنار یکدیگر بودند انگار نه انگار که در سرکوب و خلع سلاح مجاهدین صدر مشروطه هم و به همین منوال بود الان هم انگار نه انگار که وقتی فرزندان رشید این میهن به مقاومت در برابر همین رژیم میپردازند باز هم آنها با ارتجاع استعمار مشترکن بر چسب تروریست میزنند. در لابلای همین سفسته مهمترین که میخواهد این پیام را به مردم ایران بدهد حالا که آخوندها و اسلام آنها را چشیدید دیگر به یک راه حل استعماری بدون عبا و امامه رضایت بدهید. به جای دیگری هم امید نبندید. رژیمی مثل شاه یا مشابه آن با برخی تبسره ها و اصلاحی های دموکراتیک بستان است. بیشتر از این را نخواهید. و گول این شورای ملی مقاومت ایران و امثال مجاهدین را هم نخورید. اینها اگر بیایند استالینیسم می شود توتالیتاریسم می شود کره شمالی یا حد اکثر چین کمونیست می شود تازه مصدقتان هم اگر کودتای 28 مرداد نبود کشور را تحویل کمونیست ها می داد. پس دیگر این قیل و قال در مورد آزادی و رود خون شهیدان را هم کنار بگذارید اینها حرف های خلص برجوازی ضد انقلابی است تا وقتی هم که از مبارزاتتان حتی در زمان شاه ندامت نکنید دست بردار نیست این برجوازی دستگاه خودش را دارد. در جنگ ضد میهنی خمینی با عراق هم داد وطن سر میداد و وقتی ما با دولت وقت عراق بیانیه صلح امضا کردیم و طرح صلح شورای ملی مقاومت را ارائه دادیم عینا مانند دار و دسته خمینی جیغش به هوا رفت که گویا ما وطن نداشته او را به بیگانه فروخته ایم. این برجوازی در حالی که دستگاه کامل و جامعه ایدئولوژیکی خود را دارد و بر پراگماتیسم محض سوار است و تا خرخره تابه و اسیر تعادل قواست از این دم میزند که اصلا باید ایدئولوژی ها را دور ریخت چون اسباب زحمت و درد سر است. روی جنایت های آخوندها در ایران هم سوار شده و چون اهل جنگ با آنها نیست، به جای آن با شلاخ کش کردن امثال مجاهدین به نفع همان آخوندها از ما تغاس می گیرد. اما اگر ایدئولوژی را در ساده ترین بیان دستگاه تنظیم رابطه انسان و مناسبات او با دنیای پیرامون تعریف کنیم او هم ایدولوژی خود را دارد مناسبات و تنظیم رابطه انسان با دنیای پیرامونش حتی اگر خودش هم آگاهی نداشته باشد بر حسب یک ادراک و جهانبینی است که از طبقه یا محیط یا خانواده یا تربیت خود گرفته است. ارزش ها، ها و پیوستگی ها یا ناپیوستگی ها البته متفاوتند. اما کسی نمیتواند بگوید دارای هیچ ملاک و معیار و دستگاه ارزش و سنجش نیست و با جهان پیرامون خود هیچ رابطه ای ندارد. بنابراین زوب شدن در ارزشها و میارهای از ما بهتران فرنگی از قبیل زدن برچسب تروریستی به مجاهدین و تمام رابطه ها و مناسباتی که علیه فرزندان رشید این میهن تبلیغ و تراوش می کند نیز یک ایدئولوژی است منتها ایدئولوژی برجوازی ضد انقلابی و همسو و همدست با ارتجاع حاکم بر ایران اما آیا امروز این برجوازی وابسته بر ایران حاکم است؟ خیر پس موضوع را کنار می‌گذاریم چون حاکمیت در ایران امروز در دست یک رژیم دجال و ضد بشری در دست استبداد دینی و قرون وسطایی ولایت فقیه است فقط به این یادآوری کفایت می کنم که همچنان که در سال 1358 در کلاس های تبین جهان می گفتیم ایدولوژی برای ما راهنمای عمل طرح و رهنمون چگونه زندگی کردن و چگونه مردن است جوهر علت العلل و قایت حرکت و مناسبات من را مشخص می کند. به همین دلیل گفته این و می که بدون یک ایدولوژی انقلابی نمی توان نهزتی انقلابی داشت. بدون یک ایدولوژی انقلابی نمی توان سازمانی انقلابی داشت و بدون یک ایدولوژی انقلابی نمی توان فردی انقلابی ساخت. حال اگر آخوندهای چپاولگر و شرکای دیرین یا نورسیده آرمانگرایی را حرام کرده اند اگر در ایدولوژی و فرهنگ آنها مبارزه و تشکیلات و مقاومت و صدق و فدا مزموم است اگر ارزشهای مبارزاتی از مد افتاده و هر کس باید فقط به خودش برسد اگر ارتجا در طیف و جبهه فراگیرش راهی جز دگردیسی و زوب در برجوازی ضد انقلابی باقی نگذاشته گناه ما چیست این دگردیسی با همه آثار و عوارض آن نه جدید است و نه تعجبی برمیانگیزد. امری کاملا قانونمند و شناخته شده و تجربه شده است. در مقابل ما هرچه بیشتر و بیشتر بر ارزش ها و آرمان های ایدولوژیکی خود پا می فشاریم و پرچم مجاهدت و مقاومت تا آخرین نفس برای سرنگونی ارتجاع قهار ضد بشری را بالا و بالاتر میبریم. باشد که خدا و خلق از ما بپذیرند و یاریمان کنند. در مورد آن روند انجذاب و دگردیسی که گفتم برای ما تازگی ندارد و تعجبی بر نمی انگیزد و همچنین دعاوی برجوازی وابسته علیه آلترناتیو دموکراتیک انقلابی یک نمونه از تجارب و مواضعمان را که مربوط به سی سال پیش است با یکدیگر مرور می کنیم. سی سال پیش در خرداد 1362 با دویست نفر مسئولان، و نمایندگان اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان در خارج کشور که از کشورهای مختلف آمده بودند در مورد همین موضوع نشست داشتیم که همان زمان منتشر شد دانشجویان از دعاوی و تاخت و تاز برجوازی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت می گفتند و اینکه مدعیان دور از جبهه نبرد میگویند اصلا ایدئولوژی و آرمان چیست و به چه درد میخورد در آن زمان مدعیان خواستار مجاهد زدایی و بعد هم شورا شکنی بودند تا به زعم خودشان یک آلترناتیوی درست بشود که همه با هم باشند که در آن هژمونی و خصوص هژمونی مجاهدین نباشد اصطلاحات مجاهد زودایی و شورا شکنی مال آن زمان است. هیچ کدام را هم ما ابدا نکردیم. و تا آنجا که یادم هست، اولین بار هزارخانی در پاسخ به دعاوی به اصطلاح قشر میانی علیه مجاهدین و شورا آن را به کار برد. ما از اول می گفتیم که مدعیان اگر راست می گویند، چرا آلترناتیو مطلوب و مورد نظر خودشان را تشکیل نمی دهند؟ چرا آن را معرفی نمی کنند؟ چه کسی در خارج آن هم با همه آزادی هایی که از آن برخوردار هستند، راه را بر آنها بسته است؟ براستی اگر پایه و مایه‌ای در کار بود، در این سی سال، حتما خودش را نشان میداد و متشکل میشد و قطعا آلترناتیو مطلوب خودش را ارائه میداد و آنگاه ایرانیان و همبتنان هم قضاوت و انتخاب میکردند اما صورت مسئله واقعی این نبود صورت مسئله واقعی همچنان که در این سی سال هم تجربه شد قبل از هر چیز مجاهد زدایی و شورا شکنی به سود ارتجاع حاکم بود یعنی بقیه حرفها و ادعاها نسیه بود و آنچه نقد بود به جیب آخوندها می رفت. البته ما از خدا می خواستیم و الان هم می خواهیم که کاش به عنوان طبقه و نیرو یک برجوازی ملی در کار می بود که آلترناتیو سیاسی خودش را ارائه می کرد. در این صورت وظیفه ما این بود که با حفظ مواضعمان با مراعات وحدت و تضادهایمان با آن وارد اتحاد و اعتلاف می شدیم. اگر یادتان باشد در دیماه گذشته در بحث از اسلام مجاهدین گفتیم که هرچند که وقتی خمینی آمد، احزاب سنتی دوباره میدان پیدا کردند، اما اقتضای تاریخی و اجتماعی چیز دیگری بود که آنها پاسخگوی آن نبودند. خمینی همه را پشت جنگ ضد میهنی یا متوقف و مهار کرد یا در خودش فرو برد و فرو خورد و عاقبت هم آنها را به بیرون پرتاب کرد چرا که برجوازی ملی ایران هم به دلایل تاریخی آنقدر ضعیف بود که نتوانست یک پیشوای ملی مانند مصدق را پاس بدارد و حفظ و حراست کند ملی مذهبی ها که امروز میگویند بخش فرسوده ارتجایی و تحلیل رفته ی همین برجوازی در رژیم ولایت فقیه است. بخش وابستهگرای آن هم که اساساً از درآمد نفت ارتزاق می کرد و عمدتا تجاری بود در خدمت شاه بود و در زمان شیخ نیز به تحولات درونی رژیم و به امثال رفسنجانی یا خاتمی و سبزینه چشم دوخته و نمایندگان سیاسی آن هم که بقایای شاه باشند چشم به این دوختند که آمریکا روزی آنها را به قدرت برساند قافل از اینکه آمریکا تا به حال در سیاست خارجی در ضعیفترین و پر اشتباه دوران تاریخ خود بعد از جنگ جهانی دوم بوده است لیست گزاری مجاهدین آن هم در روزگار سلطنت مطلقه آخوندی شاخص بسیار گویایی از این حقیقت است که تا کجا به همین آخوندها و گفتگوی بی نتیجه با آنها در سراب استحاله و جناه مدره و میانه رو چشم دوخته بودند اما سی سال گذشت و در رژیم ولایت فقیه چنین چیزی یافت می نشود آنم